اقدام و کاری واکنش و عکس العملی انجام بدیم به عنوان سیاستمدار که ما به ازاش پیروزی، حفظ حکومت، افزایش قدرت حکومت باشه. علم مدرن منطق این زندگیه و از دل تلاش برای یه زندگی عقلانی برای محقق کردن اون ارزش‌ها در آمده. یعنی انسان‌هایی که می‌خواستن جور دیگه زندگی کنن. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که در شکل‌گیری علم مدرن و این منطق علم مدرن در واقع تو علوم اجتماعی خیلی مهم بود، منطق نتیجه بخشی دنیایی. یعنی این انسان مدرن که گفتم برای اولین بار در واقع دنبال یه معرفتی گشت که به این امکان بده که اون کار رو بکنه تو هر قلمرویی که هست. یعنی چی؟ تو قلمروی سیاست چگونه قدرت بیاندازیم و چگونه دائما متزایدن قدرت رو افزون کنیم و چگونه قدرت رو حفظ کنیم، فعل و عملی انجام بدیم که ما به ازای این فعل و عمل اینه، اقدام و کاری واکنش و عکس العملی انجام بدیم به عنوان سیاستمدار که ما به ازاش پیروزی، حفظ حکومت، افزایش قدرت حکومت باشه. و در اقتصاد کدوم فعلی رو انجام بدیم، چه تولیدی بکنیم، کجا بریم، کدوم عمل اقتصادی رو، واکنش اقتصادی رو نشون بدیم که حاصلش تزاید ثروت باشه، ثروت اندوزی بلا انقطاع. به قول مارکس در واقع منطق سرمایه‌داری دیگه، سودجویی متزاید یا تزاید دائمی ثروت و بر اساس منطق عقلانی. علم اقتصاد مدرن یعنی همین، یعنی اقتصادی که اساساً تعبیه شده برای اینکه مفهوم رشد رو داشته باشه. اینکه تمام اقتصادهای مدرن گرفتار این مفهوم رویایی و سحرانگیز رشد هستن، خودشون رو میکشن، تولید ناخالص ملی دائما افزون بشه. یعنی از نظر اقتصاد مدرن اگر اقتصادی سال بعد به خودش افزونه ای نداشته باشه، این اقتصاد ویرانی است.